در حالی که قیام مردم ایران داره به پایان چهارمین ماه خودش نزدیک میشه، در بین قیام آفرینان تاکیدات ویژه‌ای در مورد مرز سرخ‌های قیام میشه. این مرز سرخ‌ها چی هستند و چه چیزی رو تعیین می‌کنن؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی از سوئد. سلام آقای پرتوی، خوش اومدیم به برنامه ما. خدمت شما و بینندگان محترم و هموطنان عزیز از ادب و احترام دارم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما آقای پرتوی. سوالم اینه که مرز سرخ ها چه اهمیتی دارند؟ آیا نقشی در استمرار قیام مردم ایران داشتند و دارند؟ به نظر من مرز سرخ ها نه تنها در استمرار قیام و ادامه قیام و پیروزی قیام اهمیت داره، بلکه طبعاتش و رعایت کردنش و روش تأکید کردن در آینده جامعه ایران هم نقشه بسیار مهمی داره. اجازه بدید به یک نمونه بسیار کوچکی من اشاره بکنم، اینکه بحث رو ثابت میکنه. فکرشو بکنید، اگر دجال قرن خمینی انقلاب مردم ایران رو ندزدیده بود و انقلاب طبق همون کاسته ها و ویژگی هایی که انقلابیون در کف خیابون های سال 57 میخواستند که تمام نظام سلطنت ستمشاهی رو در هم بکوبند و نظامی نوین بسازند، انقلاب به سرقت رفت. خصمانده های حکومت ستمشاهی ابزار سرکوب حکومت شیخ شد. بله. یعنی همون خصمانده های ساواک، ارتش، ژاندارمری، پلیس، کسانی که تا دیروز در سال 57 در مبارزات سال 56 و در طول تاریخ حکومت منحوس ستمشاهی ارگان‌هایی که مردم رو سرکوب کرده بودند، همه اینها بازسازی شدند و به این دستگاه سرکوب مخوفی تبدیل شدند که الان در دست حکومت ضد بشری آخوندیه. بنابراین قاعدتا یکی از این مرز سرخ‌ها که به هیچ وجه واقعا جای هیچ نوع کوتاه اومدنی نداره، مرزبندی قاطع با شاه و شیخه. همچنان که در کف خیابان‌های ایران، در زاهدان، در کردستان، در سایر شهرهای ایران میشنویم شعارهایی که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، نه شاه میخواییم نه ملا، لعنت به آیت الله. اینا معنی داره، اینا یک تاریخ پشت این قضیه خوابیده. بنابراین لازم نیست ما واقعا از تاریخ مبارزات آزادی خواهانه سایر مردم منطقه یا مردم دنیا بخوایم برای اثبات این بحث استفاده بکنیم. همین نمونه‌ای که در سال 57 اجازه ندادن، دار و دسته شیخ اجازه ندادن که مردم ایران، انقلابیون ایران، دستگاه سلطنت رو به طور کامل نابود بکنن و از نو بر خرابه‌های این دستگاه مخوف ساواک و ارتش و نیروهای نظامی و نیروهای مسلح و کل ماشین سرکوب یک نظام نوین مبتنی بر آرای مردم و یک نظام دموکراتیک بسازن، اون بقایای اونها باعث شد که دیدیم بعد از چند هفته سنندج بمباران شد، شهرهای کردستان به خاک و خون کشیده شد، بعد کار کشید به ترکمن صحرا. چرا؟ چون نیروهایی که شغلشون آدم کشی بود حفظ شدن، کل نظام در هم کوبیده نشد. بنابراین یکی از مرزهای سرخ قاعدتاً 126 سال تاریخ کشور ما ثابت کرده. 80 و اندی سالش با شاه مبارزه کردیم، 40 و اندی سالم الان داریم با شیخ مبارزه میکنیم. بنابراین یکی از مرزهای سرخ خدشه‌ناپذیر، مرزبندی قاطع با مسئله نه شاه و نه شیخه. مسئله دوم، همونطور که در بحث من در این مثال خیلی کوتاه خدمت شما بینندگان عرض کردم، در هم کوبیدن و نابودی تام و تمام نظام آخوندیه. این یکی از اون مرزهای سرخه. آقا این یه قسمتش بمونه، این آخوند فلان روز در فلان جا این حرف زد، یا اون یکی فلان کار رو کرد، یا فلان حوزه یا فلان ارگان حکومتی مثلا در فلان صحبت رو کرد، نمیدونم این قسمت اصلاح طلبه، اون یکی مدرس. همه اینها واقعا خاک در چشم مردم پاشیدنه. به نظر من این قیامی که الان ما در روبروی خودمون داریم، انقلاب دموکراتیک مردم ایران که در الان داره روزهای آخر چهارمین ماه خودش رو میگذرونه، به هیچ وجه چنین کلاهی سرش نخواهد رفت و قاعدتا این مرز سرخ رو باید رعایت کرد. چرا؟ چون بلای سال 57
دوباره سر مردم ستم دیده ایران نیاد. یعنی نابودی تمام و کامل تمامی ارگان‌ها و کل نظام منحوس آخوندی واقعا مرز سرخ بعدیه. مرز سرخ سومی که من به نظرم میرسه استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم و به طور قطع تضمین جدایی کامل دین از دولته. ما یعنی سکولاریزمی که واقعا الان تمام انقلابیون، کانونهای شورشی، مردم ایران در این چهار ماه هزاران هزار بار در شعارهاشون اینو تأکید کردن و تکرار کردن. هر چیزی خارج، هر به نظر من هر جمعی، هر تشکلی خارج از این سه خواسته باشه، این سه مرز سرخ رو رعایت نکنه، به طور قطع همراه منافع مردم ایران نیست، به طور قطع همراهی و همگامی و همخوانی با انقلاب دموکراتیک مردم ایران نداره و تحت هر لوایی، هر ادعایی که این سه اصل مهم رو در خودش نهفته نداشته باشه، به نظر من خاک پاشیدن در چشم مردمه. وگرنه چهره های شناخته شده رو جمع کردن، معمولا چهره های شناخته شده دور هم جمع میشن که کار امور خیریه بکنن، نه رهبری یک انقلاب. بله آقای پردوی، مثال درستی زدین از اینکه چطور نیروهای سرکوبگر رژیم شاه تزریق شدن به سیستم حکومت فاشیسم دینی ولایت فقیه و تا آخرین لحظه هم حتی وقتی که مردم درگیر بودن با نیروهای سرکوبگر شاه میگفتن که امام حکم جهاد نداده، چون میخواست این سیستم رو حفظ کنه. آقای پرتوی، حالا با این توضیحاتی که شما دادید، این مرز سرخ‌ها چه تأثیری در کف خیابون برای جوانان قیام آفرین و مردم به باخواسته ما داره؟ قاعدتا اولین تأثیرش اینه که اون چیزی که دستگاه، اولا اینو بگم که تمام این حرکاتی که ما میبینیم، تمام این تبلیغات و حجم وسیعی از تبلیغات که در فضای مجازی و یا توسط رسانه‌های معلوم الحال میشه، اینا جنگ روانیه. یعنی واقعا جوانان ما انقلابیون کف خیابون‌های ایران، خلق‌های ستم دیده از بلوچ و کرد و ترک و نمیدونم لور و تمامی ملت‌های ایران، همه اینا به خوبی میدونن که جنگ روانی حکومت آخوندیه. حکومت آخوندی در این 43 سال نشون داده که تمام کاری که میکنه اینه که ارزش‌ها رو میانتوهی بکنه، مفاهیم رو میانتوهی بکنه، معانی مختلف و متضادی از اینا بده. اساساً معنی واقعی انقلاب فرهنگی و یا انقلاب ضد فرهنگی که آخوندهای ضد بشر کردن همین بود. منتها اون چیزی که در مورد به طور مشخص سوال شما، به نظر من این نکته بسیار بسیار مهمه که انقلابیون کف خیابونای ایران بدونن با این مرز سرخایی که الان وجود داره، با این دریایی واقعا اقیانوسی از آگاهی سیاسی خوشبختانه در بین جوانای ما، در بین کانونای شورشی ما هست، بدونن که تاریخ تکرار نخواهد شد. کجای تاریخ، در کجای تاریخ واقعا انقلابی شده که بخوان مردم بخوان برگردن عقب، 43 سال برگردن عقب، نظام ستمشاهی رو بیارن؟ بنابراین این مسئله نشاه نشیخ و اینی که نابودی کامل تمامیت حکومت آخوندی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم و جدایی کامل دین از دولت و از این بهتر، به نظر من جوانای ما خوب میدونن الترناتیوی که الان وجود داره. برای من هیچ جا واقعا نخوندم ندیدم، واقعا اگر شایدم دلیلش کم اطلاعی من باشه، من واقعا هیچ جا ندیدم یک نیروی اپوزیسیون برای قانون اساسی آینده حکومتی که مد نظرشه مبناش بیانیه جهانی حقوق بشر باشه. یکی از بزرگترین، مهمترین، ژرفترین و واقعا دستاوردی که میلیون ها نفر انسان خونشونو دادن تا این دستاورد به دست اومده، که قرار روح قانون اساسی باشه که شورای ملی مقاومت در اساسنامه خودش آورده. جوانای ما اینا رو میدونن و این همین مرز سرخا که بحثایی که در سال 57 ما نداشتیم الان داریم، به یمن اینه که یک اپوزیسیون سازمانی یافته داریم، به یمن اینه که این انقلابی که الان در آخرین روزهای 4 ماه خودشه، این سازماندهی داره، رهبری داره و بسیار بسیار با شجاعت و درایت
داره قدم به قدم، میلیمتر به میلیمتر داره پیش میره. راهی رو که اومدیم نگاه بکنی در این چهار ماه، واقعا راهیه که در تاریخ مبارزات جنبش‌های آزادی بخش سایر ملل دنیا واقعا مدت بسیار بسیار طولانی تری احتیاج داشتن تا این راه رو برن. این نشان از این آگاهی و هوشیاری سیاسی میده و این مرزهای سرخ از شعارهای مردم ایران در کف خیابان معلومه. و نهایتا داخل پرانتز اینم عرض بکنم، تمامیت این سه اصل مرز سرخی که صحبت شد و خاطراتی که از 57 داریم، اینا همه امید برای جوانان کف خیابان ها که آقا این دفعه دیگه مثل دفعه قبل نیست که انقلاب ما دزدیده بشه، به سرقت بره. بله خیلی ممنون آقای پرنده که گفتید. دقیقاً همطور که گفتین عقربه انقلاب قطعا رو به جلو و تکامل خودش حرکت کنه. ممنون از حضورتون تو این گفتگو و وقتی که برای این برنامه گذاشتید. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما. خیلی ممنون.